خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرام. هزینه مدارس خصوصی توی قبرس شمالی رفته بالا، تقریبا بین 40 تا 70 هزار لیر در سال بسته به خود مدرسه. خیلی از خانواده ها مجبور شدن بچه هاشون رو از مدارس خصوصی بردارن و توی مدارس دولتی ثبت نام کنن. حالا آقای چاوشاغلو وزیر آموزش و فرهنگ عمومی گفته ما نمیتونیم در میزان شهریه مدارس خصوصی دخالت کنیم. وظیفه ما اینه که شرایط و کیفیت یکسانی رو برای آموزش دانش آموزان در سطح کشور به وجود بیاریم. این رو هم بگم که طبق آمار چهارشنبه‌های وزارت بهداشت تو هفته گذشته 7877 آزمایش انجام شده و 310 نفر مبتلا به کرونا بودن. دوریم بارچین یکی از نمایندگان حزب جمهوری خواه ترک گفته دولت میخواد حداقل دستمزد رو به 8500 لیر برسونه و این مبلغ در مقایسه با افزایش قیمت‌ها هیچی نیست، در حالی که برای یکی از مشاوران آقای تاتار حقوق 52180 لیر در ماه تعیین شده. منابع دولت و حمایتش باید در میزان حداقل دستمزدها منعکس بشه، نه در هزینه برای چنین مشاورانی. آناستاسیادیس در خصوص اظهارات آقای مولو چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص 2-3 تخت برای آفتاب گرفتن در ساحل ماراش گفته موضوع چند تخت لب ساحل نیست. قبل از سال 1974 14% از املاک و مستغلات جزیره در اختیار ترک تبارها بوده، اما الان این عدد به بیش از 37% رسیده. ظاهراً ژنراتورهای جدید بارگیری شده و فردا به جزیره میرسه و تا اوایل ماه جدید هم راه اندازی میشه. سوناد آتون وزیر دارایی گفته تا حدی مشکلات برق حل میشه. هوای گرم کم کم داره شروع میشه. برای فردا دمای هوای ماگوسا 23 تا 32 درجه، گیرنه 21 تا 31 درجه، لیماسول 21 تا 32، نیکوزیا 22 تا 33 و پافوس هم 23 تا 29 درجه سانتیگراد خواهد بود. و حرف آخر این که تصور کنید آدمایی رو که تو قطار واگنای آخر نشستن. اشرار قطار رو نگه می‌دارن و از کوپه‌های جلو شروع می‌کنن به دزدی. آدمی که اون آخر نشسته فارغ از همه دنیا داره تخمه می‌خوره و غر می‌زنه چرا قطار راه نمی‌افته. می‌خوام بگم الان شده نوبت آدمای ته قطار. دلتون شاد، لبتون خندون.